جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی با ما همراهی میشن. برگردیم به مقاله که الان درباره صحبت کردیم. آقای جابری روزنامه کیهان نوشته جمهوری اسلامی از جنگ نمیهراسه، یک کنشگر فعال در منطقه است. اما اگه اینو بذاریم در کنار اظهار نظرهای مقامات مختلف جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای که در مورد عدم دخالت در جنگ اسرائیل و حماس گفته بود، آیا واقعا جمهوری اسلامی حراسی از جنگ با اسرائیل نداره؟ سلام. جنگ طلبی با جنگجو بودن فرق میکنه. جمهوری اسلامی به معنای حاکمیت اون سران اون خامنه‌ای و امثاله هم، اینها جنگ طلبن، جنگجو نیستن. غالبا اینها تو این سالها دیدیم تلاش کردن هزینه جنگ طلبی رو از حساب مردم دیگه، گروه های دیگه، حتی مردم ایران پرداخت بکنن. اما چرا جمهوری اسلامی از جنگ میترسه؟ به دلیل اینکه هر وقت دیدیم که اگر نزدیک یک جنگی بوده، لرزش قهرمانانه یا نرمش قهرمانانه انجام داده. دلیلش به اینه که هر جنگی یک همپیمانانی میخواد در داخل و خارج. دولتی که در داخل خب جایگاهی نداره، هر جنگ خارجی میتونه به شورش داخلی و سقوطش برسه. در خارج هم حتی همسایگان خودش، کشورهای اسلامی، کشورهای عربی اینقدر برای اونها مشکل درست کرده که هیچ وقت هیچ کسی در کنار او قرار نمیگیره. در جامعه جهانی هم همینه. با گرفتن گروگانگیری امنیت منطقه و جهان باعث شده که جمهوری اسلامی بدونه هر جنگی با هر طرفی میتونه خطر سقوط برای اون داشته باشه و نشون داده که او روی روسیه و چین هم نمیتونه حساب بکنه. پس به این دلیل ما میبینیم که جمهوری اسلامی جنگ طلبه و نه جنگجو. آقای رجبی، در این مقاله روزنامه کیهان گفته که عده‌ای با جنگ حراسی به دنبال تقلیل نقش جمهوری هستند در منطقه، که در واقع اصولا نقش جمهوری اسلامی رو در واقع تقلیل بدن. شما در این باره این مسئله چی فکر میکنید؟ نقش جمهوری اسلامی در تحولات اساسی منطقه چی؟ اگر کوتاه بفرمایید. جمهوری اسلامی اساس سیاست خودش رو، یعنی چیزی که او میگه دکترین، بحران سازی میدونه. یعنی زیست در بحران، زندگی در بحران، امتیازگیری در بحران، چه در داخل چه در خارج. اینجاست که میبینیم جمهوری اسلامی با ایجاد بحران‌هایی در منطقه و حتی گاهی در داخل تلاش میکنه امتیازهای خود بگیره. این بحران سازی، این جنگ طلبی به قسمت لاینفک جمهوری اسلامی تبدیل شده و تمامی سیاست‌های خودش و هر چیزی که مخالف این بحران آفرینی باشه رو جمهوری اسلامی مخالفت با ساختار خودش میدونه و هر چیز ضد جنگی رو اون ضد خودش حساب میکنه. چون جنگ طلبی و بحران سازی و گروگانگیری جزء اصلی سیاست خارجی ایران و برنامه اصلی اون برای مواجهه تو مسائل مختلف داخلی و خارجی شد. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی، ممنونم از توضیحات شما.